مثل هر جمعه همراه با بهنام ناطقی نگاهی داریم به فیلم‌های جدید روی پرده، پیشبینی کارشناسان درباره احتمال موفقیت آنها در پخش سراسری. بهنام، بازم رسیدیم به یک تعطیلی 4 روزه به مناسبت سالگرد تولد جورج واشنگتن، نخستین رئیس جمهوری آمریکا. خوش به حال اونا که تعطیلن و میرن خرید، ولی این چند سال اخیر روز ولنتاین هم میافتاد روی این تعطیلی و سال گذشته به همین خاطر فروش غیرمنتظره داشتیم از فیلم ددپول و همینطور فروش فیلم 50 طیف گری. تو این 4 روز فروش سینماها به 240 میلیون دلار نزدیک شد، اما امسال اینطور نمیشه و نظر کارشناسان گیشه این هستش که این 4 روزی نچندان پر رونقی رو در پیش خواهیم داشت و مقصر اصلی اون نه مناسبت‌های تقویمی بلکه نبودن فیلم‌های بزرگ و پرهواخواه جدید هست که باعث میشه بعضی از سینماروها تصمیم بگیرن در منزل بمونن و تلویزیون نگاه کنن. با توجه به فروش خارق‌العاده اولین فیلم لگویی که اثر هنری ابتکاری و غیر منتظره و در ضمن عوام پسند هم بود، برای فیلم لگویی بتمن حالا فروشی بین 70 میلیون دلار تا 80 میلیون دلار در 3 روز اکران هفته قبل پیش بینی شده بود، چون این فیلم 2 تا برند یا مارک تجاری آشنا رو به هم وصل میکنه، لگو و بتمن. در عمل ولی در 4088 سینما طی 3 روز اولش 56 میلیون دلار فروش کرد. محبوبیت برند برای این است که هوادارها به سینما داخل بشن، اما برای فروش فیلم مهم این است که چگونه حالا از سینما بیرون بیان. تماشاگرها به بتمن لگویی در نظرسنجی سینما اسکور وقتی اومدن بیرون امتیاز A+ دادن، یعنی رضایت اونها به معنی این هستش که دوستان حالا به تماشای فیلم بتمن راغب میشن و خود اونها ممکنه برگردن برای دوباره و سه بار دیدن این فیلم. به همین خاطر است که بتمن لگویی فقط 36% نسبت به هفته قبل افت میکنه با فروش 44 میلیون دلار در 4004 سینما در 4 روز آینده با احتساب تعطیلی روز دوشنبه و همچنان مقام اول جدول رو نگه میداره. فروشش در آمریکا به این ترتیب روز دوشنبه از 100 میلیون بالا میزنه. اما در بین فیلم های جدید این آخر هفته پیش بینی شده که فیلم کتککاری یا فست فایت محصول واحد نیولاین شرکت برادران وارنر بهتر از فیلم های جدید دیگه ای که میان امروز میان فروش داشته باشه. Campbell. After school, it's on. Look, man, there's nothing I could have done, you know. So. در آخرین روز مدرسه در محله فقیرنشینی در شمال شیکاگو، معلمی با بازی آیس کیوب که از اخراج خود خشمگین است، همکاری رو که به نظرش علیه او به رئیس مدرسه گزارش داده به کتک کاری دعوت میکند. When I first got fist fight, you know, I was like, yo, this is what you go to the movies for. بازیگر آیس کیوب میگوید وقتی این سناریو رو خوند با خود گفت این فیلمی است که مردم برای دیدن اون به سینما میرن، از اون فیلم هایی که مردم با آن حال میکنن. او میگوید بعد از فیلم یک راست از کامپتون که یک کار جدی بود، خودش هم با این فیلم حال کرده. کتککاری، این کمدی حادثه‌ای که در ضمن انتقادی از وضع نابسامان آموزشی هم هست، از نظر منتقدها یکی از خشنترین و بددهنترین کمدی‌های اخیر هالیوود است که در اون دو معلم و هوادارهای اونها در میان شاگردان ناراضی نه تنها با مشت و لگد بلکه با هرچه به دستشان میرسد به سر و کله هم میکوبند در مقابل جمع عظیمی که برای تماشا به مدرسه آمده اند. بهنام، مثل اینکه منتقدین امروز توی روزنامه ها فیلم کتککاری رو زیاد خوب تحویل نگرفتن. بله و درست است، ولی فیلم کتککاری رو بعضی از منتقدا به خاطر این قصه خلوتی داره و دستمایه نحیفی کوبیدن، اما به قول منتقد کالین کورورت، فیلم از بازیگرها و دستمایه اندک خودش با چنان اعتماد به نفسی استفاده کرده که مثل یه جواهر کج و کله عمل میکنه. فیلم کتککاری اولین فیلم کمدی بزرگ هالیوودی سال هست که به نظر منتقد اسوشیتد پرس
برخلاف خیلی از کمدی ها حرف زیادی برای گفتن نداره. منتقد هالیوود ریپورتر هم با اشاره به سطح بالای بازیگرها در این فیلم، این فیلم رو یه فرصت از دست رفته توصیف کرده. هرچند نقد های فیلم کلن چندان دلگرم کننده نیست، اما از اون فیلم هاست که تماشاگرها زیاد به نقد ها اعتنا ندارن. به این حال به قول جوردن هافمن، منتقد انگلیسی، در نقدی که برای دیلی نیوز نیویورک نوشته، این فیلم هرزه، زننده و وحشی و به شدت خنده‌دار از کار در اومده. برای کتککاری در 3185 سینما طی 4 روز آینده فروشی حدوداً 400 هزار دلار بالاتر از 22 میلیون دلار پیش بینی شده، که یعنی وضع بهتری داره از فیلم ظاهراً سکسی 50 طیف تیره تر که امروز هفته دوم اکرانش رو شروع میکنه با افت شدید در فروش. کسب و کار این فیلم در مقایسه با فیلم اول این مجموعه، یعنی 50 طیف گری که بعضی ها میگفتن 50 طیف خاکستری، با کسب و کار فیلم سکس در شهر اول و دوم قابل مقایسه است که فروش دومیش در هفته دوم 60% افت داشت. تماشاگران این فیلم ها در هفته اول 70% خانم ها، به خصوص خانم های مسن بودن. اما امتیاز سینماسکوری که به فیلم دادن بی منفی بود، که نشون میده از فیلم راضی نبودن، و همین خاطر است که میره در رتبه سوم جدول با فروش 4 روزه حدود 22 میلیون دلار و 300 هزار دلار در 3715 سینما. فیلم جان ویک فصل دوم، فیلم بسیار موفق با 20 میلیون دلار فروش 4 روزه در 3113 سینما، میاد مقام چهارم، یعنی بالاتر از فیلم جدید پرخرج دیوار بزرگ. هالیوود فرش قرمز در مقابل سینمای تاریخی چاینیز برای معرفی دیوار بزرگ، فیلم حادثه‌ای حماسی محصول مشترک هالیوود و صنعت سینمای چین. ستاره فیلم مت دیمن در کنار همکار چینی خود جینگ تیان چهارشنبه گذشته در برابر دوربین ها همراه با کارگردان خیال پرداز چینی ژیانگ ییمو، سازنده فیلم های برجسته جهانی از جمله هیرو و خانه خنجرهای پران. We have traveled thousands of miles in search of a weapon more powerful than we've ever known. تولید کنندگان چینی نقش جنگنده قهرمان در فیلم دیوار بزرگ رو که داستانی از چین باستان درباره مقاومت نیروی نخبه در برابر هیولاهای بی‌رحم افسانه‌ای رو بازگو می‌کند، بر عهده مت دیمن ستاره آمریکایی گذاشتند. مثل فیلم‌های هالیوودی که همیشه قهرمان آنها یک سفیدپوست آمریکایی است. Well, luckily everyone was so experienced, right? Both on بازیگر مت دیمون میگوید از خوششانسی همه دست اندرکارهای فیلم با تجربه بودند. نصف آنها زبان چینی ماندرین حرف میزدند و نصف دیگر انگلیسی، ولی تجربه مشترک در کار سینما مشکل زبان را از بین برده بود. به اضافه این که دست کم 100 نفر مترجم سر صحنه حضور داشتند و تجربه‌ای بزرگ بود که تاکنون در این عظمت انجام نگرفته بود. دیوار بزرگ محصولی است از شرکت لژندری که حالا صاحبان چینی دارد و سرمایه فیلم رو هم بانک‌های چینی پرداختند با امید دست یافتن به بازاری بین‌المللی برای محصولات سینمایی چین. کارگردان ژیانگ ییمو میگوید چالش اصلی برای او یافتن زمینه مشترک میان دو فرهنگ عمده بود. او میگوید این یه فیلم بزرگ هالیوودی درباره جنگ با هیولا هاست، ولی باید کاری میکرد که تماشاگر چینی و غربی به یک اندازه آن را درک کنند. I fought for greed and gods. اما حاصل تلاش کارگردان فیلمی است کشدار، با داستانی تکراری و قابل پیشبینی و بازیهایی مصنوعی که به قول یک منتقد نیویورکی برای زبان سینمایی رمزآلود ژیانگ ییمو در آن جایی نیست. بهنام، قبلا با هم در مورد همکاری هالیوود با چین و تاثیر بازار چین روی محتوای فیلم خیلی صحبت کرده بودیم. درسته، میدونید در چین خب 1.3 میلیارد آدم اشتهای زیادی برای سینما وجود داره، به خصوص دیدن فیلم های بزرگ هالیوودی. در چین این روزها روزی 26 سینما دارن میسازن، روزی 26 سینما. پیش بینی شده که سال آینده از آمریکا جلو بزنه به عنوان بزرگترین بازار سینما در دنیا. ولی خب دولت چین سعی میکنه بیشتر فیلم ها محصول های وطنی باشن که نه تنها داستان ها و پیام اجتماعی فیلم ها، بلکه حتی تصاویر رو هم دولت کنترل میکنه و فیلم های وارداتی رو هم تا سال 2012 به شدت محدود میکرد. اما سرانجام به اعتراض های دولت آمریکا تسلیم شد بر اساس توافقی
حالا سالانه 35 فیلم از آمریکا اجازه نمایش میگیرن که البته شامل فیلم‌های اجتماعی و حقوق مدنی و مثل فیلم سلما مثلا و چیزهای اعتراض‌آمیز توی این فیلم‌ها نیست. بیشتر محصولات هالیوودی است. این شامل محصول‌های مشترک ولی نمیشه. و فیلم دیوار بزرگ از این دسته است که جز به اون 35 تا هم نیست. اون رو شرکت لژندری گفتم که الان دیگه تقریبا یه شرکت دولتی چینی شده تهیه کرده و دیوار بزرگ حالا در چین استقبال زیادی ازش کردن، براشون تازگی داشت، اما برای بازار آمریکا حال و هوای فیلم‌های 50 سال قبل رو داره و نقدهای فیلم اغلب منفی بودن. به همین خاطر برای اون حدود 17 میلیون دلار فروش در 4 روز آینده پیش بینی شده در 3326 سینما که باز یه پله بالاتر هست از فیلم تحسین شده ولی مشکل داره کارگردان برجسته گور وربینسکی. فرش قرمز در سینمای هنری سانشاین در جنوب محله مرکزی نیویورک منهتن. گور وربینسکی سازنده فیلم‌های پرفروش مجموعه دزدان دریای کارائیب و سوارکار تنها لون رنجر به خاطر میلیاردها دلاری که برای استودیوها پول می‌سازد قادر است هر از چندگاه یک بار فیلم‌های تجربی و هنری برای دل خودش کار کند. در فیلم شفای بهبودی بر اساس رمان کوه جادویی از تاماس مان، مدیر پولدار یک شرکت وال استریتی خبر می‌دهد که حاضر نیست آسایش کوه مرموزی واقع در کوههای آلپ رو ترک کند. Only when we know what ails us can we hope to find the cure. Well, we just wanted to, you know, take this whole idea of some place that is benign and گور وربینسکی میگوید در این فیلم با ایده جایی که در ظاهر آرام و بی‌ضرر به نظر می‌رسد ولی در باطن چیز دیگری است بازی کرده. You have the cure. No. Actually, I was just leaving. No one ever leaves. دین دهان نقش مدیر جاه طلبی رو بازی میکند که میپذیرد به سوئیس برود تا رئیس شرکت رو به وال استریت برگرداند، اما خود او هم در این بیمارستان مرموز که ظاهرا راه گریز از آن نیست اسیر میشود. وربینسکی میگوید اگر دوست دارید به فیلمی بروید که نمیدانید چیست و قبلا کتاب اون یا بازی کامپیوتری یا پارک تفریحی یا قصه مصور اون رو ندیده اید، این فیلم برای شماست. ولی متاسفانه فروش زیادی نخواهد داشت. در 2704 سینما به زور به 8 میلیون دلار خواهد رسید در 4 روز آینده فروشش.